امروز میخوام با اون دسته از دوستایی صحبت کنم که تصمیم به مهاجرت گرفتن ولی نمیدونن از کجا باید شروع کنن و چه شکلی پیش برن که درست باشه. قبل شروع لطفاً لایک، شیر و سابسکرایب کانال یادتون نره. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. برای شروع یه مهاجرت موفق باید از ذهنت شروع کنی. مهاجرت مثل تولد دوباره میمونه، باید خودتو آماده کنی برای اینکه یه کشور جدید، یه شهر جدید و خونه خودت بدونی. باید یه زبان جدید رو از اول شروع کنی و انقدر خوب یادش بگیری که بتونی اینجا گلیمتو از آب بیرون بکشی. از وسایلی که یه عمر برای گرفتنشون و خریدنشون زحمت کشیدی باید از همشون دست بکشی و فقط دو تا چمدون از اونا رو میتونی با خودت بیاری این وقت. فرهنگ آدمای دوروورت عوض میشه، خود آدمای دوروورت عوض میشه و غیر از همه این چالش هایی که باهاشون روبرو میشی، دلتنگی برای خانواده و دوستا و آشناهات توی ایرانم اضافه کن. اگه به هر دلیلی جایی که داری زندگی میکنی آینده خوبی برای خودت نمیتونی تصور کنی و به فکر مهاجرت هستی و خودتو آماده کردی برای این چالش ها و مشکلات زیادی که ممکنه برات به وجود بیاد، قدم اول مهاجرت رو درست برداشتی. زمانی که به دنیا اومدیم دست خودمون نبود کجا به دنیا بیایم، ولی به جرئت میتونم بگم 98%مون از خانواده‌ای که توش هستیم و به دنیا اومدیم راضییم و دوستشون داریم، ولی از شهر و کشوری که توش به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و اطرافمون آدم‌هایی که وجود دارن توی اون شهر شاید راضی نبودیم. حالا تصمیم به مهاجرت گرفتی، شهر و کشوری رو انتخاب کن و خوب راجبشون تحقیق کن که دوباره پشیمون نشی. تا همین چند سال پیش برای همچین تحقیقی باید میلیون ها تومن خرج میکردی، جاهای مختلفی سفر میکردی و آدم ها و شهرهای مختلف رو میدیدی تا بتونی تصمیم بگیری. ولی الان با تکنولوژی که وجود داره تو همین یوتیوب یه سرچ بزنی صدها کانال ایرانی برات باز میشه از آدم های ایرانی که مهاجرت کردن به شهرها و کشورهای مختلف و شکل زندگی اونجا رو برات توضیح میدن. با چشم باز این ویدیوها رو ببین، برای خودت سبک سنگین کن و درست تصمیم بگیر که کدوم شهر و کشور برای تو ساخته شده. بعد اینکه شهر و کشورتو برای مهاجرت انتخاب کردی، با توجه به انتخابت بشین راه‌های آسون و سخت‌ترین راه‌ها رو برای مهاجرت به اون کشور مورد نظر لیست کن و بالا پایین کن ببین کدوم راه برای تو با توجه به شرایط خاص خودت بهترین راهه. حالا با توجه به سنت و وضعیت تحصیلیت، سابقه شغلیت و وضعیت مالیت و وضعیت تأهلت میتونی بهترین راه برای مهاجرت به اون کشور رو انتخاب کنی. توی این مرحله میتونی بهترین شهر برای مهاجرتت هم بهتر انتخاب کنی. برای انتخاب بهترین کشور و بهترین شهر و بهترین راه مهاجرت با آدمایی که این راه رو رفتن و با چند تا وکیل مهاجرتی مشورت کن. نکاتی که میگن و نکات مفیدی که به درد خودت میخوره با توجه به شرایط خودت یادداشت کن، یه لیست برای خودت تهیه کن و به یه نتیجه واحد برس که کدوم یکی برای تو بهترینه. بعد از انتخاب کشور سریع شروع کن به یادگیری زبان اون کشور و با توجه به راهی که برای مهاجرتت انتخاب کردی
به اون سطحی که باید برسی توی زبان حتما توی سریع ترین زمان خودتو برسون. اینم مد نظر داشته باش که همینجا توی تورنتو که پر از ایرانی و فارسی زبانه، بدون زبان انگلیسی مثل یه آدم لنگ میمونی که برای انجام دادن کارهای مهمت باید حتما یکی دستتو بگیره. کشورهای مختلف با توجه به شرایط کشور خودشون و بعضی وقتا با توجه به شرایط کشورهای خاص توی دنیا، راه‌های مهاجرتیشون رو یا راحت‌تر می‌کنن یا سخت‌تر. قانون ثابتی برای مهاجرت وجود نداره و این ممکنه سال به سال و حتی توی ماه‌های مختلف تغییر کنه. سعی کنید که پلن B داشته باشید که اگر راهی که انتخاب کردید به هر دلیلی بسته شد، شما به بن‌بست نرسید. برای مهاجرتتون راه‌های دوم و سوم هم داشته باشین. پروسه مهاجرت یه پروسه طولانی و حوصله سربره و گاهی وقتا ممکنه تا 5-6 سال هم طول بکشه و خیلی سخته این بلا تکلیفی، اینکه نه توی ایران میتونی کار بزرگی انجام بدی، نه توی کشور مورد نظرت میتونی قدمی از قدم برداری. ولی اگه تصمیمتو درست گرفتی و هدف درستی داری، ناامید نشو، امیدوار باش و ادامه بده و مطمئن باش اون روز به خصوص میرسه که اتفاق میفته و تو پات میرسه به اون کشور. هیچ وکیل یا دوست یا آشنایی به اندازه شما برای پرونده شما دل نمی سوزونه. حتی اگه پول خوبی هم از شما گرفته باشه، پیگیری شما تو خیلی موارد میتونه کارو جلو بندازه. البته منظورم از پیگیری این نیست که انقدر زنگ بزنید وکیلتون رو کلافه کنید. یه خبر خوبم بگم که از یکی از دوستامون که توی تورنتو وکیل مهاجرتی خوبیه، قول گرفتیم که یکی دو تا ویدیو همراهمون باشه و باهاش مصاحبه کنیم و سوالای شما رو راجع به مهاجرت ازش بپرسیم. پس لطفاً لایک و شیر کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال یادتون نره که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. به امید آزادی ایران و به امید اون روزی که برای داشتن یه زندگی ساده کسی مجبور به مهاجرت نباشه. زن، زندگی، آزادی.